وبینار امروزمون در مورد آشنا به مبحث 19 هستش، ویرایش جدید. در مورد ویرایش جدید مبحث 19، برای تدوین مبحث 19 از یک سری کدهای انرژی از کشورهای مختلف از جمله حالا هند و اروپا و فرانسه و آمریکا به صورت ترکیب استفاده شده و نیوزیلند، حتی از این کدها در واقع کمک گرفته شده که به این صورتی که ما الان مبحث 19 رو می‌بینیم تدوین شده. اگر وارد فهرست این مبحث بشیم، همطور که میبینید فصل بندی هاش کلن تغییر کرده نسبت به مبحث قبلی که بسید سال 89 بود و از بخش مختلفی تشکیل شده. فصل اول مربوط میشه به کلیات که حالا در مورد دامنه کاربرد کتاب صحبت میکنه و اینکه ما اساساً چه ساختمون هایی رو میتونیم از لحاظ انرژی بهشون بپردازیم. فصل بعدی تعاریف و گونه بندی هستش که خب بخش مهمی از این بخش رو تعاریف تشکیل میدن و قطعاً باید روی این بخش تعاریف ما مسلط باشیم قبل از اینکه بخوایم اصلا کلاً به کتاب بپردازیم. فصل سوم هم یه سری مقررات کلی در مورد طراحی و اجرا رو بیان کرده، در مورد نقشه‌های ساختمان هستش و یه سری روش‌های مورد تایید طراحی و اینکه به ما گفته چه مدارکی باید تهیه بشه برای ساختمان در مورد این مبحث. بحث ضوابط اجباری رو ما داریم. توی مبحث قبلی ما همچین چیزی نداشتیم، فصلی به عنوان ضوابط اجباری. اینجا ضوابطی رو به ما گفته که در واقع روی همه ساختمان‌ها اعمال میشه. برخلاف ویرایش قبلی که گفتم این ضوابط اجباری نبود، در این مبحث جدید در مورد گروه‌های چهارگانه ساختمان‌ها که اون ویرایش قبلی که هیچ الزامی وجود نداشت، این ویرایش جدید حتی برای گروه چهارم یه سری الزاماتی و به صورت اجباری در نظر گرفته شده، برخلاف آنچه که حالا در نظر گرفته نشده بود توی مبحث قبلی. و خب یه سری ضوابطی هم از بحث‌های 14 و 13 مقررات ملی هم حتی توی این ضوابط اجباری اومده. در ادامه هم ما فصل‌های 5 تا 8 رو داریم که این فصل‌ها، این 4 تا فصل مربوط میشن به روش‌های مختلف طراحی، از ساده‌ترینش گرفته که فصل 5 هستش شروع میشه تا پیشرفته‌ترینش، روشی هستش که به نام کارایی نامگذاری شده، توی فصل 8 هستش در واقع کارایی انرژی. و خب همطوری هم که میبینید شما اگر با مبحث در واقع ویرایش 89 آشنایی داشته باشیم، کلاً فهرست جابجا شده توی ویرایش قبلی فصل به فصل، مثلا یه فصل پوسته، یه فصل تاسیسات مکانیکی و اینها، تاسیسات الکتریکی در نظر گرفته شده بود، ولی الان توی ویرایش جدید هر کدوم از این فصل‌ها، یعنی پوسته و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به علاوه یه بخش جدید به نام در واقع انرژی تجدیدپذیر به عنوان زیرفصل هستن توی این فصول 5 تا 8. و در واقع ما به عنوان طراح پروژه در ابتدای پروژه باید مشخص کنیم که از کدوم یکی از این 4 تا روش می‌خوایم استفاده بکنیم. دیگه مثل مبحث قبلی دیگه گیج نمی‌شیم، می‌خوایم بریم سراغ مبحث و هی عقب جلو بکنیم. یه راست می‌ریم سراغ اون روشی که خودمون در نظر داریم و از اون استفاده می‌کنیم. و خب این فصل‌های 5 تا 8 همونطوری که گفتم از زیر فصل‌های پوسته، تاسیسات مکانیکی، برقی، یه زیر فصلی هم که عرض کردم در ویرایش قبلی نبود، سیستم‌های تجدیدپذیر، در مورد در واقع ساختمان‌های مطابق مبحث 19 که در واقع اینجا عنوان شده، که البته بحث سیستم‌های مطابق ساختمان‌های مطابق مبحث 19 در مورد سیستم‌های تجدیدپذیر الزامی نداشته، اجباری نداشته که استفاده بکنیم، ولی اگر بخوایم ساختمان‌های کم انرژی یا بسیار کم انرژی رو بخوایم طراحی بکنیم، مجبور هستیم که در واقع مقداری از انرژی مورد نیازمون رو با استفاده از سیستم‌های تجدیدپذیر تأمین کنیم. توی بخش پیوست‌ها هم اگر توی مبحث 19 مشاهده بکنیم، پیوست‌هایی که اینجا هستن کاملاً ترکیب بندیشون تغییر کرده و خب یه تغییرات خیلی مهمی توی این بخش‌ها آورده شده که به اونا اشاره می‌کنم. یکی این که ما به جای پیوست 6 که توی مبحث قبل داشتیم که تعاریف بود، اینجا پیوست یک فهرست واژگان رو داریم. پیوست 2 توی مبحث قبل روش محاسبه شاخص‌های خورشیدی بود که کلاً حذف شد، در مورد در واقع شیشه‌ها و جدارهای شفاف بود و خب دلیلش هم اینه که الگوی طراحی شیشه و پنجره‌ها توی روش کارکردی کلاً عوض شد و عملاً این پیوستی که راجعش صحبت کردیم، پیوست 2 که محاسبه شاخص خورشیدی بود،
توی خود روش‌های تجویزی و کارکردی ادغام شد. به خاطر همین کامل پیوست دو هست شد. و ما پیوست 5 رو اینجا داریم که جدید هستش توی این مبحث، برنامه زمانی بهره‌برداری ساکنین و عملکرد و تجهیزات هستش که با توجه به گروه ساختمان برای ما تعیین کرده که از چه برنامه استفاده کنیم، در واقع برنامه زمانبندی به ما داده که این برنامه به صورت خاص توی برنامه‌های شبیه‌سازی ساختمان با استفاده از نرم‌افزار استفاده میشه و جز پیش نیاز نرم‌افزارهای شبیه‌ساز هستش فصل 5. البته این هم بگم در مورد برنامه زمانبندی، بعضی از استانداردها این برنامه رو ندارم، مثلا اشری صرفا مثلا بیان کرده که شما برنامه زمانبندی که تعریف میکنید اون برنامه زمانبندی مدل بیسلاینتون و اون مدل در واقع طرحتون یکی باشه، که این رو هم این گزینه رو هم در واقع مبحث 19 بهش پرداخته توی روش کارایی انرژی. و یک پیوست هستش، پیوست 6 هست، روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت هستش که مربوط میشد به ترمازون‌های کنترل نشده که اینجا هم انتقال پیدا کرده صرفا به پیوست 6. توی ویرایش جدید مبحث 19 همطور هم که اشاره کردیم علاوه بر دو روش تجویزی و موازنه‌ای که ما قبلا اینا رو داشتیم، دو روش دیگه هم معرفی شده، دو روش نیاز انرژی و کارایی انرژی هست. روش تجویز و موازنه ای یا کار کردی، اینها با محاسبات دستی و ساده انجام میشه که توی اکسل هم به راحتی قابل انجام هستش. این دو روش دیگه، یعنی روش های نیاز انرژی و کارایی انرژی، با استفاده از نرم افزار انجام میشه که میتونیم بگیم ساده ترین روش روش تجویزی هستش و تخصصی ترین روش روش کارایی انرژی هستش. و خب در این حال توی روش تجویزی ما کمترین گزینه‌های طراحی داریم، کمترین هزینه طراحی رو داریم و به علاوه اینکه بیشترین هزینه اجرا رو داریم. و این در حالی هستش که ما توی روش کارایی انرژی که چهارمین فصل هستش از روش‌ها، ما بیشترین گزینه‌های طراحی و بیشترین حق انتخاب‌ها رو توی طراحیمون داریم و همینطور ما حداقل هزینه‌های اجرا رو نسبت به روش‌های دیگه توی این روش کارایی انرژی خواهیم داشت. از روش تجویزی شروع میکنیم. هر کدوم از این روش ها رو ما به معرفیش میپردازیم. روش اول که گفتیم ساده ترین روش هستش، روش تجویزی یا اجزای ساختمان، که دقیقا بر اساس اجزای ساختمان یه سری الزاماتی رو به صورت جداگانه به ما تجویز میکنه. مقررات خیلی ساده ای داره برای هر کدوم از عناصر پوسته ساختمان و برای هر کدوم از اینها در واقع یه چیزی تجویز میکنه. حالا دلیل این که گفتم میشه تجویزی هم این ازش دقیقا مثل تجویز پزشک میمونه. وقتی ما به پزشک مراجعه میکنیم یک سری دوا رو برای ما تجویز میکنه، ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که مثلا حالا به جای این دارو این یکی رو استفاده بکنیم، یا اینکه مثلا یه داروی رو به جای که روزانه یه بار مصرف کنیم 10 بار مصرف بکنیم. این باعث نمیشه که هیچ تخفیفی قائل بشه توی در واقع اون پروسه درمان ما. و اینجا هم ما لازم هست مو به مو هر کدوم از موارد رو به صورت جداگانه انجام بدیم. در واقع نام انگلیسی روش تجویزی هم روش پرسکریپتیو هستش که یکی از روش‌های اشری هم هستش. و خب همونطوری هم که اینجا عرض کردم در مورد ساختمان ها برای هر کدوم از اجزای ساختمان یه مقاومت حرارتی تجویز شده برای جداره ها، کف، سقف و همچنین برای پنجره ها هم یه در واقع ویژگی حرارتی به نام SHGC Solar Heat Gain Coefficient در نظر گرفته میشه که هر کدومشون از میزان رفرنسی که مبحث 19 برای ما تعریف کرده باید کمتر باشه. حالا اینجا تو این روش در واقع تمامی انتظاراتی که ما در واقع مبحث 19 از ما داره برای عناصر مختلف مستقل از هم هستن. یعنی مثلا تجویزی که واسه دیوارهای خارجی داده میشه تأثیری بر تجویزی که روی سقف داده میشه یا یعنی اینکه روی برای کف و پنجره داده میشه نمیگذاره. به عبارت دیگه ما اگه بخوایم سعی بکنیم یه دیواری رو از اونچه که مبحث 19 برای ما تعریف کرده بهتر بکنیم و خیلی بهتر بکنیم، از اون ور باعث نمیشه که مثلا سقف رو و دیگر اجزا رو حالا تخفیف براش بگیریم و از اون لحاظ مثلا اونها رو کمتر در نظر بگیریم. روش بعدی که به نام روش موازنه‌ای هستش، اینا از روش‌هایی هستش که به صورت دستی
ما میتونیم به راحتی انجام بدیم با استفاده از محاسبات اکسل. حالا اگر فرصت شد تو محیط اکسل هم یه نمونه از روش تجویزی رو با هم انجام میدیم. یه اسم دیگه روش موازنه ترید آف هم هستش، یعنی که ما اینجا یه ذره به قولی تخفیف میگیریم تو بعضی چیزا. این را که روش یکم پیشرفته تر هستش و تو این روش ما یکم حق چانه زنی رو پیدا میکنیم. مثلا در مورد پوست ساختمان به ما این حق رو میده که به عنوان مثال قسمتی از پوسته رو بیشتر عایق بکنیم، برای اینکه صرفا حق این رو داشته باشیم که قسمت‌های دیگر رو کمتر عایق بکنیم. حالا دلیلش هم ممکنه که دلایل سازه‌ای باشه یا ساختاری باشه، هرچی تو این زمینه توی پوسته ساختمان به ما اجازه تخفیف میده و به ما در واقع میگه که انتقال حرارت کل ساختمان یه حدی داره که یه حد رفرنسی بر ما تعریف میکنه که نباید بیشتر از اون حد رفرنس بشه و در واقع از لحاظ انرژی دست ما رو باز نمیکنه توی یه سری عناصر. به عنوان مثال شیشه ها و قسمت های شفاف در ساختمان، معمولا این قسمت های شیشه ای انتقال حرارتشون توی زمستان خیلی زیاده، ولی از اون ور این امکان رو فراهم میکنن که در طول روز انرژی خورشیدی بیشتری وارد ساختمان بشه نسبت به جدارهای دیگه و از این لحاظ اون بهره خورشیدی که ساختمان میبره ممکنه که توی اوقات سرد سال تلافی بشه و در شبهای سرد هم از پنجره ها بیشتر بشه. و خب همطور هم که گفتیم این عناصر مختلف روی همدیگه تأثیر میگذارن، علاوه بر این که این متر مربع سطوح، ببینید توی فرمول که گذاشته شده متر مربع سطوح مختلف هم ضریب اهمیت تو این روش بهشون داده شده و اینجا در واقع چیزی که ملاک قرار میگیره یک مفهومی هست به نام اچ رفرنس که بهش میگیم ضریب انتقال حرارت ساختمان. حالا این ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان هستش و این هم ضریب انتقال حرارت خود طرح ساختمان هستش. به این معنی هستش که کلا مقدار انتقال حرارتی که از کل ساختمان ما داریم زمانی که اختلاف دمای دو طرف داخل و خارج 1 درجه باشه، این همچی عددی رو به ما نشون میده که در واقع برخلاف روش قبل که بر ما صرفا مقاومت حرارتی تعریف کرده بود، دیگه اینجا ما یو ولیو داریم، یعنی اسمبلی جدارها رو داریم، ترکیبی از چند تا جدار. میدونید که فرمول یو ولیو مساوی 1/r هستش دیگه و r صرفا برای این مقاومت حرارتی یک جدار همگن در نظر گرفته میشه، ولی یو ولیو برای یک جداری که در واقع از لایه‌های مختلف همگن در کنار هم تشکیل شده باشه، در واقع یک اسمبلی هست تشکیل میشه. به خاطر همین ما اینجا میتونیم مثلا به عنوان مثال عایق رو در قسمت‌های سقف و در واقع جدارها زیاد بکنیم و ویژگی‌های حرارتی پوسته رو بهینه بکنیم و همونطور هم که گفتم این بخش رو با میزان مرجع مقایسه بکنیم. توی این روش موازنه‌ای در واقع این امکانی که به ما میده این هستش که ساختمان ممکنه که قسمت‌های رو ما بیشتر عایق بکنیم و امتیاز بگیریم و از اون ور برای کمتر عایق گذاشتن، عایق حرارتی کردن قسمت‌های دیگه پوسته ساختمان امتیاز بگیریم. یه جاهایی ممکنه که بنا به هر دلیلی مشکل داشته باشه، توجیه اقتصادی نداشته باشه برام که عایق حرارتی بکنم و از این لحاظ میتونم برای صرفا پوسته ساختمان من تخفیف قائل بشم. و به صورت خلاصه بخوام بگم لازم هستش که ضریب انتقال حرارت طرح ما که این عدد اش طرح هستش کمتر از مرجع باشه. توی این روش موازنه‌ای شباهتی که نسبت به روش تجویزی داره این هستش که ما یه سری انتظارات مضاعفی رو در مورد جدارهای نورگذر باید برآورده بکنیم. این انتظارات هم این امکان رو برای فراهم میکنه که از ورود یه سری انرژی‌های اضافه توی اوقات گرم سال جلوگیری کنیم و همچنین از اون ور هم در اوقات سرد سال ما بیشترین بهره خورشیدی رو نصیب ساختمونمون بکنیم. و علاوه بر این هم این اقداماتی که انجام میدیم میزان نور طبیعی رو که وارد ساختمون میشه باعث بشه که حالا ما تحت شعاع قرار ندیم و میزان حداقل نور طبیعی هم به راحتی بشه تامین بشه. اما این اسلاید در مورد تفاوت‌هایی که ما توی روش تجویزی موازنه‌ای داریم توی این اسلاید آورده شده. در واقع شکل و ساختار روش کار کردیم تا حد خیلی زیادی به روش تجویزی نزدیک شده توی این مبحث جدید و برخلاف اون ویژگی قبلی که ویرایش قبلی داشت، اونجا
طراح اکثرا مجبور بود، اگه شما روش تجویزی و موازنه کار کرده باشیم، ما مجبور بودیم که پل‌های حرارتی رو محاسبه کنیم در مورد اون طرحی که داریم. اینجا سعی شده که در واقع این محاسبات پل‌های حرارتی به حداقل برسه و جداول طوری ارائه شده که در حالتی که اون مورد نظر طراح هست رو بدون محاسبات پل حرارتی واسه از این مقادیری که اینجا تو این جدول ارائه شده بتونه انجام بده. اما روش سوم و چهارم که از رو بعد می‌خوایم تعریف بکنیم و معرفیشون بکنیم، روشایی هستن که الزام هستش که ما با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز استفاده بکنیم برای شبیه سازی ساختمان و در واقع ساخت مدل. و دلیلش هم این هستش که روش موازنه با اینکه یه مقدار کامل‌تر از تجویزی شد، ولی خب برای رویکرد ما واقعا کافی نیست. ما نیاز داریم که این چیزی که حالا روش نیاز انرژی یا انرژی دیمند یا انرژی نید بر ما مطرح میکنه یا چارچوب انرژی هم بهش میگیم، چیزی که معیار اینجا قرار داده میشه تست روش نیاز انرژی، مقدار نیاز سالانه انرژی برای گرمایش، سرمایش و حتی آب گرم مصرفی و تهویه هم میتونه جزوش باشه. این معیاری که برای ما تعریف کرده به عنوان رفرنس نسبت به اون دوتای قبلی خب خیلی مناسب تر هستش. ورژن قبلی مبحث 19 که سال 89 بود در واقع یه جورایی ترکیب بین روش 2 و 3 بود، یعنی یه چیزی بین موازنه و نیاز انرژی بود، یه قدم بالاتر از اون روش موازنه بود، ولی خب با چارچوب انرژی با این روش نیاز انرژی هم فاصله بازم داشت، نمیشه گفتش که دقیقا همینه. توی این روش نیاز انرژی همطور که گفتیم علاوه بر انتقال حرارت از جدارهای مختلف، انتقال حرارت تهویه و نشت هوا رو هم شامل میشه و علاوه بر این انتقال حرارت از پوسته ساختمان ما اینجا نیاز هستش که محاسبه‌اش انجام بدیم و این نیاز انرژی در واقع هم وابسته به در واقع انتقال حرارت پوسته هستش و هم وابسته به انرژی تولید شده توی سایر بخش‌های ساختمان از جمله تجهیزات و در واقع انرژی‌های تجدیدپذیری که هستن و به خصوص انرژی دریافت شده از جدارهای نورگذر. و همطور که عرض کردم اینجا دیگه انرژی رو ما مصرف انرژی رو خیلی دستمون این مقدار بازتر میشه از لحاظ بحث ترید آف انجام دادن و حالا جبران کردن میزان هدر رفته جدارها. دیگه اینجا میزان انرژی هیتینگ و کولینگ و در واقع سرمایش گرمایش رو برای ما یه میزان رفرنسی مطرح میکنه. اما روش چهارم که روش کارایی انرژی هستش یه لول میره بالاتر از حتی نیاز انرژی، که چیزی که اینجا مهم هستش مصرف انرژی هست و تفاوت در واقع نیاز انرژی با مصرف انرژی در چی هستش. در اینه که مثلا ما ممکن هستش که یه نیازی داشته باشیم و برای برطرف کردن اون نیاز ممکن است از تأسیسات و تجهیزات با راندمان کم استفاده بکنیم، از اون برم ممکنه که از تجهیزات و تأسیسات راندمان زیاد استفاده بکنیم، برامون فرقی نداره، مهم اون نیاز است که برطرف بشه. ولی توی این روش چهارم بحث راندمان سیستم تجهیزات در واقع سیستم و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی البته از لحاظ انتقال حرارت از پوسته هم در واقع جدا در نظر گرفته میشه و اینجا اینکه ما در واقع توی روش نیاز انرژی اینکه چه سیستمی داشته بودیم و چه راندمانی اون سیستم داشت برای ما مهم نبود، اینجا ولی برای ما اهمیت پیدا میکنه که تو این روش ما سورس انرژی رو محاسبه میکنیم، در واقع این رو برای الکتریسیته میزانی که برای ما در نظر گرفته میشه معمولا در واقع کارایی انرژی الکتریسیته 30% محاسبه میشه، یعنی ما مثلا میزان سرمایشی که محاسبه میکنیم و اون نیازی که در واقع محاسبه میکنیم، خروجی نیازی که میگیریم اینجا مثلا ضرب در 3.33 میشه، یعنی 3 برابر میشه، تقریبا 3.5 برابر میشه و اون رو باید با حالا گرمایش که معمولا حالا تو ایران از گاز هستش که معمولا راندمان گاز مصرفی رو ما 100 میگیریم چون به صورت مستقیم حالا استفاده میشه، ممکن هستش که حالا این نیاز انرژی حالا پای ساختمون مصرف بشه یا انرژی اولیه در نظر گرفته بشه که در واقع تمام اتلاف هایی که از تولید تا مصرف وجود داره رو برای ما محاسبه میکنه. در واقع تو این روش ما معیار و ملاکمون میزان مصرف انرژی نهایی سالانه است که در واقع معیار مقایسه اینجا مصرف انرژی اولیه هستش
که همون انرژی سورس تعریف میشه. البته یک درجه بندی دیگه هم بعد از این کارهای انرژی عنوان شده که البته توی مبحث 19 نیست، خارج از مبحث 19 به عنوان اگر دوستان به گوششون خورده باشه، سیستم سرو سبز هست که یه لول بالاتر از اینه. البته اون الزامی نیست و الزامی اگر هم حالا تایید بشه الزامی نخواهد بود، صرفا سیستم ریتینگ خواهد بود، ولی خب اون هم به این صورت هستش که از روش کارهای انرژی فراتر میره و حالا بحث لایف سایکل اسسمنت بهش میپردازه که حالا در مقوله صحبت‌های ما هم نیست و بهش نمیپردازه. اینجا هم پس برای ما در واقع توی روش کارهای انرژی ما انرژی سورس رفرنس رو داریم و انرژی سورس بیلدینگ خود ساختمون رو داریم که در واقع سورس انرژی ها رو با هم مقایسه میکنیم. از این چند تا روشی که حالا چهار تا روشی که ما توی مبحث 19 صحبت کردیم، همونطور که گفتیم دو روشش که بود توی مبحث ویرایش قبلی، توی ویرایش جدید این که 3 و 4 که اضافه شدن، اگر این روش‌های 3 و 4 بخواد استفاده بشن، باید یه سری پیش نیازهایی علاوه بر این که توی حالا مبحث 19 هم ذکر شده در اختیار ما قرار بگیره. به خاطر همین هستش که در واقع ما حالا ممکنه که مبحث 19 هم کامل مطالعه کرده باشیم و به همه مواردش اشراف داشته باشیم، ولی خب یه سری گپ ها و پیش نیاز هایی همچنان وجود داره که حالا انشالله توی بخش های تکمیلی قرار هستش که به مهندسین ارائه بشه و این هم در مورد محدودیت هایی هستش که برای ما توی روش های تجویزی و موازنه ای در واقع مطرح کرده. در مورد در واقع استفاده از روش هایی که حالا چهار تا روشی که آشنا شدیم توی مبحث 19، در واقع روش های تجویزی و موازنه ای یه سری محدودیت هایی برای ما تعریف کرده مبحث 19 و حالا به عبارت دیگه فعلا در حال حاضر ما برای دو تا روش دیگه، یعنی نیاز انرژی و کارایی انرژی، محدودیتی نداریم. در آینده ممکن محدودیت هایی وارد بشه به این روش ها هم، ولی فعلا محدودیت نداریم. ولی برای استفاده از روش های تجویزی و کار کردی ما باید این 5 تا شرطی که اینجا هستش رو به صورت همزمان محقق بشه برامون. یکی این که نسبت جدار نورگذر به نما به هر یک از نمای ساختمان نباید بیشتر از 40% باشه و زیربنای مفید ساختمان، یعنی زیربنایی که در واقع مساحت زیربنای کنترل شده بنا هستن، نباید بیشتر از 2000 متر باشه و طبقات هم بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترل نشده بیشتر از 9 طبقه نباید باشه و بحث محدودیتی که تو اینرسی حرارتی مطرح هستش که گفته که متوسط یا زیاد باشه مطابق پیوستی که مربوط بهش هستش، که البته بگم در مورد این زیاد نگرانی وجود نداره چون تقریبا همه اینرسی حرارتی همه ساختمون ها توی ایران، حالا به غیر از ساختمون هایی که مثلا حالا خیلی محدود پیش میاد که LSF کار کرده باشن یا اینکه مثلا ساز چوبی یا اینکه مثلا دال های سبک کار کرده باشن، همشون متوسط یا زیاد هستن. اینجا حالا زیاد برای محاسبش هم زیاد حالا درگیر محاسبات نیاز نیست بادم بشه و از اون برم ممکنه که در آینده سری محدودیت ها و ممنوعیت هایی توی دستورالعمل به وجود بیاد، حالا فعلا نیست. مثلا ممکنه که بخشنامه از طرف وزارت مسکن بیاد که به عنوان مثلا مجاز نباشیم برای مثلا ساختمان های دولتی روش تجویزی و موازنه استفاده کنیم. فعلا محدودیتی توی این زمینه نداره تا وقتی که اعمال بشه. که البته این هم بگم یکی از وظایفی که سازمان وزارت راه شهرسازی بهش محول شده، تایید صلاحیت افراد و حالا سازمان شرکت ها توی طراحی بر اساس نیاز انرژی و کارای انرژی هستش که این وظیفه به سازمان وزارت شهرسازی محول شده که در واقع طراح باید این سری دوره ها رو گذرانده باشه تحت نظارت این سازمان و این امتحان هایی رو گذرانده باشه که صلاحیت لازم رو برای طراحی با این روش ها کسب کرده باشه از طرف سازمان وزارت شهرسازی، که حالا یک دوره هم که دو تا دوره، دوره آفلاین و دوره آنلاین هم از یک سال و نیم پیش، دو سال پیش استارتش خورد. تقریبا توی دوره اول نزدیک 200 نفر از افراد جامعه مهندسین شرکت کردن، دوره دوم هم که در واقع دوره آنلاین بود 75 نفر معرفی شدن برای دوره دوم، که حالا از این دوستان هم یه سری ها هم صلاحیت و حالا سرتیفیکیت در واقع دوره آموزشی مدرسین انرژی رو دریافت کرد.
حالا اینجا تو این جدول ما یه سری تفاوت‌های اصلی بین روش‌های طراحی رو می‌بینیم که اینجا روش‌های نیاز انرژی و کارایی انرژی که این دو تا ردیف آخر هستن توی بخش‌های مختلف تو دیسیپلین‌های مختلف از تخصص‌های بالاتری در واقع نیازمند تخصص‌های بالاتری هستن و اینم بگم تنها حالتی که ما به صورت یک پارچه طراحی رو انجام میدیم روش کارایی انرژی هستش، چهارمین روش هستش که در واقع تو این روش در آینده افراد و مهندسین حقیقی پروژه کارایی انرژی به این روش انجام نخواهند داد و در واقع این بحث به شرکت ها محول خواهد شد. شرکت های صلاحیت دارن و افراد متخصص تو حوزه های مختلف در این زمینه دارن، حالا حوزه های عمران، مکانیک، برق و معماری. و خب اینجور هم میتونیم انتظار داشته باشیم که هر چقدر این روش ها تخصصی تر و پیچیده تر میشن، این همونطوری هم که قبلا گفتیم انتظار در واقع اون امکان دستیابی به راه حل هایی که اقتصادی ترن بیشتر میشه. پس روش تجویزی شد ساده ترین روش، از نظر اقتصادی در واقع پرهزینه ترین نتایج خواهد داشت. حالا از نظر اقتصادی شاید خود کار طراحی از نظر اقتصادی خیلی ارزان تمام بشه برای ما، ولی از لحاظ در واقع اجرا و هزینه هایی که محول میکنه برای ساختمان بیشترین هزینه هستش. پر هزینه ترین روش تجویزی هستش و کم هزینه ترین برای اجرا و در واقع میتونیم بگیم مقرون به صرفه ترین راه حل ها رو روش کارایی انرژی خواهد داشت. و خب همونطور هم که گفتیم توی روش کارکردی و تجویزی ما چون سهولت طراحی داریم از اون ور کنترل و نظارت هم ساده تره، ولی برعکس توی روش نیاز و کارایی چون که حالا محاسبات پیچیده تر میشه، اینجا درجه صلاحیت و اون تجربه‌ای که نیاز هستش کسب بکنیم بالاتر میره دیگه. اگر بخوایم به صورت خلاصه حالا یک جنبندی بعدی پاراگراف از این چهار تا روش داشته باشیم، توی روش تجویزی ما یه سری ضوابطی رو داریم برای پوسته ساختمان باید رعایت بشه و یه سری ضوابطی هم در کنارش داریم برای تأسیسات الکتریکی، تأسیسات مکانیکی، روشنایی، سیستم‌های تجدیدپذیر. اگر بخوایم از روش موازنه استفاده کنیم، قسمت مربوط به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و روشنایی و سیستم‌های تجدیدپذیر مشابه، خیلی دقیقا مشابه تجویزی هستش، ولی همونطور هم که اشاره کردیم در مورد پوسته روش کار متفاوته. روش نیاز انرژی هم همچنان مبنای سیستم های الکتریکی مکانیکی و روشنایی سیستم های تجدید پذیر مشابه تجویزی هست، یعنی مشابه همون روش اول هستش و اینجا نیاز گرمایی و سرمایه پوسته ساختمان با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی و تخصصی محاسبه میشه. توی روش کارایی انرژی هم اینجا چون ما مصرف انرژی نهایی ساختمان رو توی روش کارایی انرژی داریم و اینجا مصرف نهایی کل ساختمان ملاک عمل هستش، به صورت خاص ما برای پوسته تأسیسات ضوابط همه بخشایی که قبلا گفتیم ضوابط تفکیک شده وجود نداره و اینجا کاملا ما دیگه دستمون بازه و کافی هست طراح طبق اون الگوهای شبیه سازی که توی فصل مربوطه توی بخش کارهای انرژی بهش پرداخته شده عمل بکنه. حالا اینجا من هم یه مقدار یه تصاویری از تفاوتهایی که ما توی روش بیسلاین در واقع اون محاسبه شبیه سازی هندسه ساختمان در مدل بیسلاین و مدل پروپوز یا همون مدل طرحمون رو داریم. این نرم‌افزار اوپن استودیو هستش، در واقع اسکچ‌آپ هستش که پلاگین اوپن استودیو رو روش نصب می‌کنیم تا هندسه ساختمان رو تعریف بکنیم با استفاده از اون و دیگه خروجی‌هایی که می‌گیریم برای انرژی پلاس هستش و تنظیمات بعدی رو ما تو انرژی پلاس می‌گیم. حالا یک سری محیط انرژی پلاس رو هم نشون میده. حالا ورودی‌هایی که ما می‌ذاریم معمولاً حالا به صورت یک جدول هستش که ما معمولا حداقل دو تا مدل داریم توی گزارشاتمون. یکی مدل بیسلاین هستش که اون مدل در واقع مرجع ما هستش با همه مشخصاتش. مشخصاتش هم شامل هندسه ساختمان، بارهای داخلی ساختمان و تأسیسات ساختمان، بحث حالا اگر کارایی انرژی مطرح بشه بحث کارایی تأسیسات و
پوسته ساختمان هم مطرح میشه. یکی دیگه از تغییرات مهمی که توی مبحث 19 در واقع ارائه شده، ردبندی انرژی ساختمان هستش، که ما از این به بعد صرفاً ساختمان مطابق مبحث 19 نخواهیم داشت. ما اگر سری ساختمان هایی داشته باشیم که حالا بالاتر از استاندارد مبحث 19 باشن، میتونن رده انرژی در واقع بگیرن، رده انرژی کم انرژی و رده انرژی بسیار کم انرژی بگیرن. و خب یه رده دیگه هم هستش که نزدیک به صفر هستش، که حالا فعلا مبحث 19 اصرار و ترجیح روی این در واقع روی این رده نذاشته و هدف این هستش که صرفا این سه تا رده اول جا بیفته. حالا اینکه اولویت الزامی هستش و حالا فرهنگ سازی برای ساختمان، بعدش هم فرهنگ سازی برای ساختمان های با انرژی سه. یک توضیح هم در مورد فصلبندی مختلف که حالا گذاشته شده، این زیر فصل هایی که توی هر بخشی بهش اشاره شده بدم. توی مبحث 19 جدید به روشنای طبیعی اهمیت خاصی داده شده و حالا پارامترهای متعددی هم هستش، بسته به اینکه تابش خورشیدی شرایطش چی باشه. ما همونطور که میدونیم روشنای طبیعی توی اکثر مقررات جهان، اون مقررات پیشگام جهان منظورم هستش، جایگاه ویژه‌ای داره که این مبحث هم توی این مبحث در واقع مبحث 19 هم خیلی تلاش شده که اهمیت داده بشه به روشنای طبیعی. و یکی از اهداف مبحث 19 در مورد روشنای طبیعی کاهش روشنای مصنوعی هستش که موضوعی که بهش پرداخته، که حالا این روش های شبیه سازی رو هم ما در واقع بخش شبیه سازی در این مورد رو هم بدن باش آشنا میشیم. و توی این ویرایش جدید هم این موضوع شبیه سازی در واقع شبیه سازی روشنای طبیعی، این شاخص اصلی که توی مبحث براش در نظر گرفته شده، شاخص کفایت نور هستش، شاخص SDA هستش که به عنوان یکی از معیارهای اصلی که برای ارزیابی روشنای طبیعی در نظر گرفته شده اینجا معرفی شده. و یه سری موضوعات کلیدی هم در مورد حداقل بازدهی تجهیزات، سیستم‌های کنترل و پایش، بازدهی تجهیزاتی که حالا به صورت مختلف تأسیسات مکانیکی و الکتریکی اینها هستن، به صورت ویژه بهشون توجه شده. حالا از جمله حالا یه سری مثلا بزنم، از جمله کاربرد اون سیستم‌های CHP، کاربرد تولید برق، یا سیستم‌های تولید برق همزمان، ترانسفورماتورها، مولدهای نیروی برق و خازن‌ها، روشنای مصنوعی که حالا بهشون ترجیح خاصی شده. در مورد سیستم‌های برپای تجدیدپذیر هم یه سری روش‌های طراحی ارائه شده و به علاوه این که در کنارش یه سری امکان‌هایی برای جایگزینی این سیستم‌ها با یه سیستم دیگه، حالا با یک روش دیگه‌ای که بهش میگیم حالا ارتقای مشخصات حرارتی بام، یعنی یه شرایطی رو برام فراهم کرده که زمانی که به هر دلیلی ما نتونیم از سیستم‌های برپای تجدیدپذیر استفاده بکنیم، که اون هم باید دلایلمون مستند و کافی باشه کاملا، ما میتونیم برای بهتر کردن مشخصات حرارتی ساختمان، مشخصا در واقع مشخصات حرارتی بام رو بهتر کنیم، که این هم یکی از روش‌هایی هستش که حالا بهش پرداخته شده. و حالا یک سری زیر فصل ها، بخش هایی که ما قراره بعدم بهش بپردازیم هم اینجا تو این اسلاید آوردم، که حالا ده هم در مورد پوسته ساختمان، بارهای داخلی، محاسبات بار و طراحی سیستم های کارآمد، سیستم هایی که ما میتونیم برای توی روش به خصوص روش کارای انرژی، خب قطعا ما میتونیم برای بهتر کردن طراحیمون استفاده بکنیم، و یه سری راهکارهای تجدیدپذیر و یه سری مطالعات پارامتریک هم پرداخته میشه و تهیه و تدوین یه سری چک‌لیست های انرژی.